مثلا مگان 96 تومانه شده 89 تومان، هرشیای 38 تومانه شده 35 تومان، ال 90 40 تومانه شده 35 تومان. مردم به پست گرفتن آشنایان و فامیل از دست مقامات حساسن. البته طبیعی است که نباید به صرف آشنایی با رئیس جمهور شایستگی های افراد نادیده گرفته شود. در حالی که رویانیان امروز با مدیر عامل باشگاه روبین کازان در روسیه برای همکاری‌های متقابل تفاهم‌نامه امضا کرد، خبرها از رفتن رویانیان از مدیر عاملی پرسپولیس حکایت دارد. اگر کسی بعد از 15 تیر ماه مراجعه کرد، اگر خدای ناکرده جای مورد قبول رو پیدا نکرد، نباید گرای من باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام، شب بخیر. به 24 تیر ماه 92 خوش آمدید. پاسخ بازار خودرو به انتظارها. کاهش قیمت ارز و سکه خیلی از بازارها از جمله بازار خودرو رو تحت تأثیر قرار داده و انتظارها رو برای کاهش قیمتها بیشتر کرده. مثلا مگان 96 تومانه شده 89 تومان، پرشیای 38 تومانه شده 35 تومان، ال 90 40 تومانه شده 35 تومان. تیبا 22 میلیون تومان بوده، الان شده 20 میلیون و 500. هنوز بازار خرید و فروش خودرو پس از دوره رکود حدود 4 ماه داغ نشده بود که انتظار کاهش قیمت خودرو دامن این بازار رو گرفت. موقعی که گرون میشه همه سری میان میخرن به خاطر اینکه بالاتر بره، میگن داره میره بالاتر، بریم خرید کنیم. ولی الان چون اومده پایین، همه میگن دست نگردیم، شاید پایین تر بیاد. الان خرید و فروش چجوریه؟ خرید و فروش الان مشتری ها همه منتظرن که بازم قیمت ها پایین تر بیاد و مشتری به اون شکل تو بازار نیست. علت کاهش قیمت خودرو یکی که تولید ماشین زیاده، یکی اینم که ارز کاهش قیمت پیدا کرده. اینکه پاشنه قیمت خودرو در چه جهتی میچرخه موضوعیه که باید منتظر روزهای آینده بود. بالا رفتن کیفیت پا به پای افزایش کمیت فراورده‌های نفتی. رئیس جمهور امروز به پالایشگاه جزیره لاوان در غرب بندرعباس رفت تا طرح توسعه و بهینه‌سازی این پالایشگاه رو افتتاح کنه. به این ترتیب ظرفیت تولید بنزین یورو 4 این پالایشگاه از دو برابر هم گذشت و به 2,800,000 بشکه در روز رسید. تولید روزانه 2 میلیون لیتر گازوئیل و 210 تن گاز مایع از توانمندی‌های دیگه این پالایشگاه. از امروز تولید روزانه 1,000,000 لیتر سوخت جت هم به محصولات این پالایشگاه اضافه شد. ادامه دیدارهای وزرای دولت دهم با رئیس دولت 11. امروز وزیر کشور برای دیدار با رئیس جمهور منتخب به مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. خب خدمتشون رسیدیم، عرض تبریک داشتیم و بعدم یک گزارشی از کارهای در دست انجام. ایشون علاقمند بودن که بشنون. به اتفاق بعضی از معاونین و همکاران خدمتشون رسیدیم و گزارشاتی رو دادیم که ایشون در جریان امور قرار بگیرن. آقای دکتر، شما روند این کار که وزرا میان گزارش میدن به رئیس جمهور منتخب، شما اینو چگونه میبینید؟ خب بالاخره به هر صورت این تو این دوره انتقالی این کار لازمیه و وظیفه هم است برای ما که هر کمکی که میشه انجام بدیم که ایشون خیلی سریعتر در جریان همه امور قرار بگیرن که انشالله به نوع احسن بشه به مردم عزیزمون خدمت کرد. حکایت برادران رؤسای جمهور از دولت هاشمی تا دولت روحانی. مردم به پست گرفتن آشنایان و فامیل از دست مقامات حساسن. البته طبیعی است که نباید به صرف آشنایی با رئیس جمهور شایستگی های افراد نادیده گرفته شود، چرا که اعتماد در پست های حساس حرف اول را می زند. به هر حال این عمل کرده افراد است که به حق یا ناحق بودن پست ها را در افکار عمومی در معرض قضاوت قرار می دهد، نه فامیل بودن یا نبودن. اولین بار که برادری به کمک برادر رئیس جمهورش رفت به زمان آقای هاشمی رفسنجانی برمیگردد. در اواخر ریاست جمهوری آقای هاشمی بود که محمد هاشمی معاون اجرایی شد. محمد هاشمی بعدها نمایندگی رئیس جمهور در بازسازی مناطق جنگ زده را هم بر عهده گرفت.
وقتی محمد خاتمی رئیس جمهور شد، رویه کمک برادر ادامه یافت. علی خاتمی به نهاد ریاست جمهوری رفت و شد رئیس دفتر رئیس جمهور. کمک به برادر در دوران احمدی نژاد نیز ادامه یافت. وقتی رئیس جمهور نهم به پاستور رفت، داوود احمدی نژاد را هم با خود برد. داوود با حکم محمود شد رئیس بازرسی نهاد ریاست جمهوری و چند سال همانجا ماند. و حالا که حسن روحانی منتخب ملت مرداد ماه به پاستور می رود، گمان زنی ها در این باره تیتر خبر هاست. آیا حسین به کمک برادر می رود و رئیس دفتر می شود؟ باید منتظر ماند. همایش سراسری دستگاه قضا، تأکید بر ارتقاء قوه و روزآمد شدن دانش قضات. امروز مسئولان عالی قضایی، مدیران، قضات و کارکنان دستگاه قضایی جلسه ای به بزرگی سالن سران کنفرانس اسلامی تشکیل دادند تا هم عملکرد پارسال دستگاه قضا را بررسی کنند و هم درباره راهکارهای ارتقای قوه بحث و تبادل نظر کنند. رئیس دستگاه قضا که ریاست این جلسه بزرگ را هم به عهده داشت، اول از همه از عملکرد یک سالی دستگاه قضا گفت. از رشد مکانیزه شدن پرونده ها، کاهش زمان دادرسی و افزایش نیروی انسانی، ضرورت افزایش تعداد قضات و روزآمد شدن دانش قضات هم از بایدهای آیت الله مولوی لاریجانی در جلسه امروز بود. بایدی که اگه محقق نشه اتالی دادرسی حل نمیشه. اهمیت بالا بردن دانش قضات از نظر رئیس دستگاه به قدری بود که اگه به اون بی‌توجهی بشه، زیاد کردن تعداد قضات هم نمیتونه کمکی به حل مشکل طولانی شدن دادرسی ها بکنه. ما اگر تعداد قاضیمون زیادم باشن ولیکن مطلع نباشن از قوانین و یا قدرت تطبیق قوانین بر موضوعات نداشته باشن، خب بازم دوچار مشکل هستیم. من در پرونده های متعددی که از سنخ اعمال ماده 18 و یا غیر این به بنده ارجاع میشه و با دقت رسیدگی میکنم، این نقیصه رو کاملا میبینم. حتی شده است گاهی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که جمع زیادی از قضات فاضل هستند و تدقیق میکنن، بحث و مباحثه میکنن، غفلت میکنن از یک قانون روشنی که در دسترسشون وجود داره. در این همایش از 34 قاضی نمونه هم تقدیر شد. پس لرزه های کاهش ارز و سکه در بازار مسکن. پس از کاهش قابل توجه قیمت ارز و سکه و از طرفی مصالح ساختمانی، دامنه ی کاهش قیمت‌ها به مسکن هم سرایت کرده. تأثیر داشته چون بازار راکت شده. آره. متقاضی کم شده به این دلیل که یه سری شایعه‌ها شده که میگن قیمت ملک افت پیدا می‌کنه. شرایط مبهمه حقیقتاً. ولی به نظر میاد رو به پایین باشه. ظاهراً که قیمت‌ها اومده پایین و امیدوارم که همینطوری باشه. بررسی ها نشون میده انگیزه نگهداری مسکن کاهش پیدا کرده و تلاش ها برای فروش بیشتر شده. فعلا تو این بازار فروشنده ها ترس افت ملک، مردم انتظار دارن با این نوسانات دلار و طلا که اومده پایین قیمت بیاد پایین. ظرف 10 روز گذشته که این دلار ارزون شده، بین 5-6% قیمت مسکن هم افت داشته و اکثر فروشنده هایی که در گذشته یه مقدار مایل به فروش نبودن، الان به مشاورین املاک هجوم آوردن برای فروش. کارشناسان مسکن هم معتقدند 20% حباب مسکن حالا به 15% رسیده و انتظارها برای تداوم روند کاهش ادامه داره. ماندن یا نماندن رویانیان در پرسپولیس، چشم انتظاری اهالی فوتبال برای گرفتن جواب. در حالی که رویانیان امروز با مدیرعامل باشگاه روبین کازان در روسیه برای همکاری‌های متقابل تفاهم‌نامه امضا کرد، خبرها از رفتن رویانیان از مدیرعاملی پرسپولیس حکایت داره. این یه توافق بوده بعد جلسه که به هر حال ایشون با آقای عباسی داشتن، ولی ایشون کماکان هست به عنوان عضو هیئت مدیره حضور دارن و با رضایت خودشون هم بوده. این خبر حدود 30-40 هوادار پرسپولیسی رو مقابل باشگاه کشوند و ناراحتی خودشون رو از رفتن محمد رویانیان ابراز کردند. بازیکنان پرسپولیس هم در نامه‌ای به وزیر ورزش از او خواستند که رویانیان در پرسپولیس بمونه. خود ایشون هم ظاهرا تو مصاحبهشون اعلام کرده بودن که به هر حال میخوان برن. با این حال حضور رویانیان
رویانیان در باشگاه روبین کازان روسیه جلسه هیئت مدیره باشگاه را که قرار بود امروز برگزار بشه به تعویق انداخت. در واقع چون برخی از اعضا از جمله خود آقای رویانیان هم حضور نداشتن، یعنی مدیر عامل حضور نداشت، جلسه به روز دیگه موکول شد. درباره جایگزینی رویانیان هم امروز اغلب خبرها به جعفر کامبوزیا رئیس کنونی فدراسیون شطرنج اشاره داشتند. ایشون یکی از گزینه هاست. یعنی وزارت ورزش سفارششون نکرده؟ خب وزارت ورزش هم در واقع گذاشته که هیئت مدیره بررسی بکنه و تصمیم بگیره. دور زدن قانون در پیچ و خمهای جاده چالوس سخت‌تر میشه. در رابطه با اراضی جاده چالوس ما یه هیئتی رو تعیین کردیم. تمام اراضی که در اونجا وجود داره گفتیم شناسنامه هاشون رو بررسی بکنن. افرادی که تعدی کردن به حریم رودخونه و همینطور به کوههای اطراف اونجا، همه این موارد رو ببینن، منابع طبیعی جواب بده، اداره آب جواب بده و ایشالله در آتیه نتیجه این مطلب رو من به استحضار عزیزان خواهم رسون. اگه تا 10 روز دیگه برای ثبت نام اقدام نکنید، توقع مدرسه دلخواه نداشته باشید. هم از اولیا خواهش بکنم، هم از مدیران مدارس، همه کسانی که باید ثبت نام کنن تا 15 تیر ماه ثبت نام بکنن. اگر کسی بعد از 15 تیر ماه مراجعه کرد، اگر خدای ناکرده جای مورد قبول رو پیدا نکرد، نباید گلای من باشه. به دلیل اینکه ما تا 15 فرصت رو دادیم که این مدرسه کلاس بندیشو بکنه. حالا اگر یه کسی گفت آقا من 17 مراجعه کردم، خب ممکنه مدرسه بگه من جا ندارم، بگه من کلاس بندیامو انجام دادم، شما باید بری مدرسه دیگری. ثبت نام ممکنه ازش بکنن، اما ممکنه در یک جای دیگری ثبت نام انجام بپذیرد. بالاخره ما از همه باید ثبت نام بکنیم. ما خدای ناکرده پاسخگوی خواسته هاشون نباشیم. خبر دیگه حاجی بابایی اجرای طرح رتبه بندی از سال تحصیلی آینده بود. طرحی که در اون معلم‌ها به 4 رتبه مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم تقسیم میشن و با بالا رفتن سوابق تحصیلی و قبولی در آزمون ارتقای آموزشی میتونن به پایه‌های بالاتر برن. سومین جلسه مجلس برای اصلاح قانون اصناف، نماینده ها در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون نظام صنفی امروز به سرفصل سازوکار تشکیل اتحادیه‌ها رسیدند. مجلسی ها مقرر کردند که اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی رو اتاق اصناف ایران تهیه کنه. با تصمیم نماینده ها عضویت در هیئت مدیره اتحادیه اصناف بیشتر از 2 دوره متوالی یا 4 دوره متناوب ممنوع شد، با این توضیح که مدت هر دوره عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنفی نمیتونه بیشتر از 4 سال باشه. امروز یک طرح و یک سوال هم در صحن علنی اعلام وصول شد. طرح تشکیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی و سوال از وزیر خارجه درباره اقدامات دستگاه دیپلماسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور. مهر مسکن مهر به 5000 خانواده در شهرهای جنوبی استان فارس هم رسید. 13 سال اجاره نشین بودیم، بعد 13 سال صاحب خونه شدیم، خیلی خوشحالیم. 12 میلیون تومان مبلغ پرداختی ما بوده، 22 میلیون تومان هم وام روشه. با این مبلغ حتی زمینش هم نمیتونستیم بخریم. واحدهای مسکن مهری که امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسیدن 2 طبقه و به صورت ویلایی ساخته شده بودند. سیاست کاهش جمعیت زندان دستگاه قضا از حرف تا عمل. طبق برنامه سازمان زندان‌ها اجرای طرح دستبند الکترونیکی زندانی‌ها رو در دستور کار داره. طرحی که در اون زندانی با دستبندی که داره میتونه در محدوده‌ای که براش تعریف شده تردد کنه. به این صورت اگه زندانی از محدوده مورد نظر خارج بشه، بلافاصله دستبند به صورت لرزشی به زندانی هشدار میده که به محدوده برگرد. اما اگه برنگرده، این امتیاز از زندانی سلب میشه و باید به زندان برگرده. قطعاً در نیمه دوم سال 1392 ما بخش اولی از اجرای این طرح رو عملیاتی و اجرایی خواهیم کرد. الان مقدمات انعقاد قرارداد و ورود دستبندهای الکترونیکی به کشور رو فراهم کردیم و در جهت بهره‌گیری هرچی بیشتر از این نوآوری صنعتی در ارتباط با کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها است. الله اکبر الله اکبر
على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على التماس دعای خیر. ادامه خبرها و حالا خبرهای خارجی 23 امشب. امیر قطر خودش رو بازنشسته کرد. في منطقتنا وعالمنا العربي بالذات. وانني اليوم اخاطبكم كي اعلن. من امروز اعلام میکنم که زمام حکومت رو به دست شیخ تمیم بن حمد آل ثانی واگذار میکنم. زمزمه به قدرت رسیدن ولیعهد 33 ساله از ماها پیش به گوش می رسید، اما اون چی که این ماجرا رو جالب توجه کرده آمادگی شیخ حمد آل ثانی برای واگذاری قدرت، چون سران کشورهای عربی معمولا تا زمان مرگشون قدرت رو به دیگران نمیدن. امیر قطر 18 سال پیش با کودتا بر ضد پدرش قدرت رو به دست گرفت. پدرش هم با کودتا علیه حکومت پسرعموش به قدرت رسیده بود. اعطای اولین مجوز دفتر تجاری به رژیم صهیونیستی در اختیار قرار دادن بزرگترین پایگاه نظامی امریکا در خاورمیانه برای جنگ علیه عراق و افغانستان، حمایت از تروریست‌های سوری و افتتاح دفتر رسمی طالبان از جمله اقدامات حمد بن خلیفه آل ثانی در مدت حکومتش بر این کشور کوچک عربیه. الولایات المتحده الامریکیه حمایته هو استمرار. واشنگتن میخواد قطر با چهره جدیدی به روی کرده خصمانه خودش علیه امت عربی و اسلامی ادامه بده. این اقدام امیر قطر که به خواسته امریکا انجام شد، هشداری برای دیگر سران رژیم های حاکم در حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی است. طالبان مهمان ناخوانده کاخ کرزی. حملات نظامی طالبان این بار کاخ ریاست جمهوری افغانستان رو هدف گرفت. حمله نافرجام که به درگیری با پلیس و کشته شدن همه مهاجمان منجر شد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در زمان حمله در کاخ حضور داشت ولی هیچ صدمه ای ندید. اقدام هفته پیش امریکا در دادن چراغ سبز برای افتتاح دفتر رسمی طالبان در قطر و اعلام آمادگی برای مذاکره مستقیم با اونها با انتقاد تند حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مواجه شده بود. آتش فرقه گرایی به جان انقلاب مصر افتاد. دیشب گروهی از تکفیری ها در مصر با حمله به مراسم نیمه شعبان در روستای در استان جیزه 4 نفر را کشتند و 8 نفر را هم به شدت زخمی کردند. گفته میشه این جنایت در حضور پلیس مصر صورت گرفته و فرمانده پلیس این منطقه به بهانه اینکه تکفیری ها به نیروهای پلیس حمله میکنن هیچ اقدامی انجام نداده. محمد مرسی رئیس جمهور، شیخ الازهر و نهادهای دولتی و غیر دولتی مصر این جنایت زشت رو محکوم کردن. با بالا گرفتن انتقاد شخصیت‌های مختلف داخلی و خارجی، پلیس مصر امروز اعلام کرد 8 نفر رو در رابطه با جنایت کشتار شیعیان بازداشت کرده. دادستان کل مصر هم دستور تحقیقات سریع درباره این حادثه و بازداشت سریع جنایتکاران رو صادر کرد. وزارت خارجه کشورمون در بیانیه‌ای با محکوم کردن هر گونه حرکت تفرقه انگیز بین جوامع اسلامی اون رو توطئه و جزء اهداف دشمنان خارجی دونست. 190 نماینده مجلس هم با امضای بیانیه جنایات اخیر در مصر رو محکوم کردند. باز هم حیوان‌های زبان بسته مأمور رسوندن صدای اعتراض به دولت فرانسه شدند. کشاورزان و دامداران فرانسه وقتی از روش‌های ساده اعتراضات به نتیجه نرسیدند، در نهایت دست به دامان این زبان بسته‌ها شدند تا با این روش به سیاست‌های اقتصادی دولت
اعتراض کنند. ما از جنوب فرانسه گوسفندان را به پاریس آوردیم تا اعلام کنیم مشکلات اقتصادی اجازه ادامه فعالیت را به ما نمیدهد. و حراج جد بزرگ آیفون و آیپد، اولین رایانی شرکت اپل که حالا 37 سال از عمرش میگذره، قرار در حراجی لندن با قیمت پایه $300,000 به فروش برسه. این رایانه صفحه پلاستیکی 11 در 14 اینچی داره و در زمان ساخت $66 فروخته شده. حافظه این رایانه 8 کیلوبایت و میلیون ها برابر ضعیف‌تر از رایانه های امروزیه. ایرانیان، خالقان حماسه های پی در پی، این بار پیشرفت های چشمگیر در عرصه های مختلف علمی دنیا، رتبه اول شتاب علمی در منطقه و ارتقا در رده‌بندی تولید علم در جهان، رمز موفقیت دانشمندان ایرانی چیست؟ تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه در این پیروزی ها چقدر مؤثر است؟ برای تداوم این دستاوردها چه اقداماتی لازم است؟ معاون پژوهشی وزارت علوم در برنامه امشب گفتگوی ویژه خبری پاسخ می‌دهد. ساعت 22:45 دقیقه، شبکه 2 سیما. از نگاهاتون ممنونم که امشب هم به 23 هدیه کردید. شب خوش تا فردا شب.